برنامه توزیع گوشت قربانی از سوی مؤسسه کمک برای ایتام یا HO در عید قربان سال 1402. مؤسسه کمک برای ایتام یا HO در این برنامه 7 رست گاو، 24 رست بوز و 14 رست گوسفند را ذبح نموده که از این سه کتگوری مواشی به وزن 1582 کیلوگرم گوشت حاصل شد. گوشت قربانی این مواشی از سوی مؤسسه متذکره در ولایت های کابل، قندهار، کنر و ننگرهار در روز دوم عید قربان سال 1402 برای ایتام و فامیل های نیازمند توزیع گردید. از مجموع این سه کتگوری مواشی ذبح شده برای قربانی سال 1402 1582 کیلوگرم گوشت حاصل شده که مؤسسه کمک برای ایتام آن را برای 1582 خانواده بی‌بضاعت و ایتام توزیع نمود و سهم هر خانواده 1 کیلوگرم گوشت قربانی می باشد. هزینه این قربانی از سوی 68 تن از خیرین که شامل افغانهای مهاجر و شهروندان شماری از کشورهای دیگر می باشند پرداخت شده است که بعضیشان بیشتر از یک سهم در قربانی شراکت داشتند. قربانیشان قبول و مقبول درگاه حق گردد. از سومی این افراد قرار زیل می باشند: نعیم وحید، حلاک محمد، ناتان همپل، شبانه شیگل، علی شا، الیاس سید، نیکول ویجلی، اسدالله درباری، رازی انصاری، آصف مجید، سبا راوین، نور حیا رزالی، سلیم بطمن، میکور عبدالقادر، سامعه غنی، نورزما تحریم، یوسف بن لایب، اکمل رازف عبدالرحمن، شریف خانو، سمیه، حنیفه رزوی، عبدالواحد متمد، امرو عزت، سمیر حمدان، زهرا حسین، مظهر خان، علی شریف، عارف احمد، سید عبدالرحمن خان، سید ولی، محمد بشیر، لبنا یاسین، محمد اکرم، دیبا سلطانه، نبیل آدم، نسیم حسین، روحینا مستجاب، تاجور حسن، صدام عبدالله، مارک انگل، حلیمه بنت محمد ابراهیم، محمد رحمان رحمان، خاتم فردوش رحمان، اولاک نکتنولا، حبیبه جیلان، مهراب حبتان، یوسف خان، محمد زکی بن هاشم، محمد انور خان، الیاس تادیس، ناصره حسین، مراد، محمد الشنتی، رعید، شاهد لمبت، احمد ابو حلاله، حمید زک، ولید صدوی، دکتر مجید انور قوتینه، نوره یونگیون و مریم بنت سادون.